بفرم. تو کلی دوران مدرسه اینقدر که امرو نقش نوشتم نقش ننوشته بودم. تازه کلی از عملیات بانکی هم الان دیگه از طریق بانکداری الکترونیک انجام میشه. باید کلاهتون هم بندازید بالا. آقای رئیس شما وامو به من بده من کلامو میذارم پس معرکه. خوبه؟ خب بفرم. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. ببخشید با اجازه. خداحافظ. بفرم. تو عمرم اینقدر درس خوندم اینقدر نقش ننوشتم. چک بین بانکی میخواین؟ بله. کل 700 میلیون رو؟ بله. کل 700 میلیون ها شما چک بین بانکی بده. دستتون درد نکنه. الو سلام آقا کار خلاصه. بله برنامه وام جور جور شد دیگه کار آخرش است. بله بیزن به همه حساب قدیمیه. باشه باشه چشم چشم حتما باشه. کار نداریم. خداحافظ. شما دست شما درد نکنه آقا. خیلی ممنون. ببخشین آقا با اجازه دم. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. اینم 14 بود. شما گفتی که 10 من گفتم 14 دیگه بگذره که دیگه بهانه نداشته باشی برای من. به جون تو ندارم. به جون خودت. 4 کرایه تو عقب افتاده. زن و بچه من کجا بخورن؟ همین که زن و بچه من بخورم این که سوال نداره که. خدمتتون عرض کنم که عبدو خیار اشکنه کله جوش تخم مرغ با تخم مرغ مصطفیونو 5 غذا درست میکنه. املت میگه زن بچه من مثل زن بچه تو گدا هستن که بخوان این چیزا رو بخورن. ببین آقای طالبی من نمیفشر اسم شما رو یادم میاد اصلا میگم به دهان میارم و یاد طالبی میافتم. حالا ولش کن. اگر من میتونستم و یه دقیقه توی خونه نمیموندم باور کن یه جا دیگر اجاره میکردم میرفتم. قربونت برم تو که وقت دادی یه فرصت دیگه بده جور میکنم. از عالم غیب میخوایی پولا رو بیاری؟ نه این چه حرفیه. کار میکنم کار میکنم. من این چیز حالی میزم. کار میکنم کار نمیکنم. کرای خونه دارم. اگه اینجور بخوایی اینجور با من کردی و بازم داری میکنی. اگر که تو بخوایی اینجور بکنی تمام پولی که از پیش دادی پا کرای کم میکنم و شما رو به خیر منو بسرم. به درک. خب خیلی خوبه. یه بار گفتی گفتم چشم. باشه خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. سلام. آقا صف اون طرفه بهتر است. خیلی خوب تا مثل این صف ندید. برو 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 دیگه بزن. برو 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 برو. علی جان یه خورده عقب‌تر بشه چشمات کور میشه. آه دربیه حساسه. دربی باشه سپاهان باشه پیروزی باشه مهم نیست چه تیمیه چشمای تو درد میگیره. آخه دربی که اسم تیم نیست مسابقه است. گفتم که فرق نمیکنه چیه چشمای تو ناراحت میشه. اصلا این تلویزیون فایده نداره سیاه‌سفیده. آدم نمیفهمه این تیم آبیه یا قرمز. خیلی خوب عزیزم گردو بازی که نمی کنم دارم 700 میلیون تومان پولا جا به جا می کنم. باشه هر وقت کارم تموم شد خودم میام بیمارستان. خیلی خوب خداحافظ. شما شماره حساب چنده؟ شماره حساب الان میدم خدمتتون. اجازه بدین اجازه بدین الان میدم خدمتتون. زیپی این کو ببخشی شرمندم. تو داشبورد ماشین نیست. تو داشبورد ماشینه. خب بریم بیاری. نه چرا برم بیارم. خب الان زنگ میزنم یه دقیقه الان میفرسم اجازه بده. الو سلام شما حسابه یه دور بر من بخونید ببخشید.
47-78ش میدونم، باقیشا بگو. خب خب جاده عوض کن، خط صدا درست نمیاد. خب ممیز، خیلی خیلی خوب، خب فهمیدم، باشه، خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه. گیجمون کردن دا، بده نقام فیشا تا من بنویسم شماره حساب. اصلا حواسمون رو پرت کردن. جزه بده این 78 ممیز، اینم امضا و بفرم. آقا خیر زمره بینه، زود باشه کار دارم. انگار دارم قصه میخونه. چشم آقا، بنده اینجا کار شما راه بندازم. اسم صاحب حساب چیه؟ خسرو تابش. زود باشه دیگه، عجله کنین دیگه. خیلی وقت با حسابش کار نکرده، درسته اسمش؟ بله، خیلی وقت از با این حساب کار نمیکنه. بله بفرم. دست درد نکنه. بله درسته. خب من آقای مهندس خوشحالش کنم اول، بهش بگم کار حل شد. الو سلام آقای مهندس. حلی حلی، بله ریختم به عمو حسابچه گفتین دیگه. بله نه اصلا نگران نباش، درست. آقا سیس موری بچه من یادتو نرده، منم دیگه دارم میرم یه چند رو برم و رخصی. آره آره کار نداری؟ خیلی ممنون، خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام. اینا دیگه چیه؟ انگشتم رو فروختم. چی؟ خود خرت و پرتی که واسه خونه خریدم. نم برکنم. دلم نمیخواد مامان دستمون جلوی هر کس و ناکسی دراز بشه. آخ جون، یه همونیه که تو تلویزیون نشون میده. کی بهت گفت بفروشیش دختر؟ تو فقط همین یه انگشتر رو داشتی. من که ندارم ماما، همینم نمیخوام داشته باشم. فکر میکنی چقدر خریدنش؟ آجی تونستی برام یه رایانش بخری؟ رایانک نه، ولی یا تایی دستی با شد خریدم. ایول امو جون، دستت درد نکنه. برو بشین سر درس و مشق، مگه زور مدرسه نداری؟ من بگم از پاش بستم، از که تو کول افتادم. الحمدلله کارم که جور شد و خدا را شد، خدا را شد، کارم امروز درست پیش رفت. بینم بینم ها؟ چی؟ خدا بگم چی کارت کنه؟ بیچاره شدم، بدبخت شدم. نگاه کوچیکا کرده سا او یه ممیز. خاک به سرم شد. الو خیلی خوب، من حالا کار دارم، بعدا خودم به زنگ میزنم، عجله دارم. ها که یه زود تقام حالا بردنش بیرون، صدا درست نمیاد. ها 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 خوب خوب شد. خوب بچه دخترست؟ دکتر با من گفت بچه پسرست، حالا میگه دختره؟ من یه ریال خرج بیمارستانه نمیدم، یعنی چه؟ وقت حال ناهی چطوره؟ حالش خوب هست؟ الو الو خد ها 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 میشنم، بگو. آره خیلی خوب باشه. آه! آه!
وای بدبخ شدم. ببین آقا خسرو، بهت گفته باشم این ماشین اذن زری من خرج داره، دو تا صدی که خرجش بکنی ها 5 تا صدی بالاتر من برات میرفوشمش، اگه نه اینجوری خیلی ضرر میکنی. چی کار کنم؟ ندارم، از کجا بیارم خرجش کنم؟ بیا بکن. همیگه ندارم. خب به من چه که نداری؟ آخه من چی کار کنم که نداری؟ اذن زری من ها این ماشین موتورش باید بیاد پان. چی کار کنم؟ من که توقع زیادی ازت ندارم، یه دستی به این بزنی فقط را بره. مردی حسابی، من دست به هر جایی موتور بذارم تا بیخی موتور باید برم تو، چیکارش کنم؟ خیلی خوب، به جهنم. یه مشتری پیدا کن دنبال بز نباشه. بز؟ واقعا دیگه این دفعه من خنده میگیره. بز؟ همه مردمی دنیا دنبالی بزن، تو از بز فراری؟ آخه این ماشینی تو که به بوزی میرد، این ماشینی تو به کلاغ جار میرد، انقدر سیاه. آره دادا جهنم، این ماشینا صدا موتورش پیداست که داره زار زار گیریه میکنه، تو چی تو تا حالا اینا نفهمیده ها؟ چی جوری پشت این ماشین میشینی؟ به درک اشکمو در آورده این لاکردار. خب من چی کار کنم که اشکه در آورده؟ خب وایسا خسرو ادو بره بلکر احمد اینا بیگیره شامو، بیا این لجنه برداره برو. هر روز هر روز بیادی ماشینه میذاره دیزا بل میکنه میره ده بابا این بی صحب شده رو بیاده برس اینجا. نشو میگیرم اصلا جواب نمیده، فقط همین اسمس رو برام میفرسته. ازل تو رو خدا چی کار کنم؟ به خدا من اصلا فکرم به جای قد نمیده، تو رو خدا کمکم کن. خودم درستش میکنم، یه چند روز به این فرصت بده، کاری میکنم که نه پولا رو بدیم نه عکسارو. چطوره؟ چیزه غزل، میخوام یکم پول از داداشم قرض کنم، چطوره؟ تو کی گفتی اگه داداشم بفهمه میکشدم؟ آره گفتم، ولی دیشب یه سوتی خفن ازش گرفتم، حالا الان نمیتونه به من کار داشته باشه. ولی به نظر من چیزی بهش نگو، پسرها اگه هر کاری کنن ککشون نمیگزه، اما ما دخترها کافیه یه اشتباه بکنیم، اون وقتی که سرمونه میذارن لب باغچه دیگه خودت میدونی چی میشه. الو الو صدات آخوی لعنت این چه کوفتی بود دادی به من، دیشب تا حالا داره سرم دور دنیا میچرخه. ببین فقط شانس بیاری کسی نفهمه، اینه به جون خودم روزگار تو سیاه میکنم. ها؟ مرد حسابی از دیروز سالا بدنم ریسه رفته، حالا بده. باش بابا برو بله خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم آقا، بانک تعطیله، بفرمایید برید فردا تشریف بیارید. در که باز قربونت برم، اینا هم که باش دادن قربان. ساعته نگاه بکنی، ساعت 1:24 است، ما هم مشتری داریم جلومون. منم کار زیادی ندارم، فقط این حساب من یه نگاه دیگه بکنم امروز ببین چیزی توش اومده یا نه. قربان صبح تا حالا کجا بودی؟ 4 ثانیه طول میکشه ببین نگاهی بکن. جان پول ندارم قربه. نه ایرادی نداره، همون قدری که من میگم بنویس، چون که وضعیت منو میدونی که. به قولی شما بذار این زمین عروس رو بفرستمش کنه، بعد با
بعدش انشالله یه کارش میکنه. از ما گفتم بود، هر جور میلت. الان 300شو میدی دیگه. ای بابا، آخه قربونه تو برم، اگر الان 300 بهت بدم چطوری بسازمش؟ 200 بگیر، باقیش هم انشالله یه کاری میکنیم دیگه. مهندس جون، اینجوری سهم بقیه شرکا رو چیکار کنم؟ ای بابا چقدر داری ماشاءالله چونه میزنی، همش تو سخت میگیری دیگه، درست کن دیگه. مهندس رو 250 تمومش کن، نه سیخ بسته نه کباب. ای بابا منو ببین، اگه منظورت سیخ منم، قربونه تو برم این سنجاقا رو دیدی؟ این سنجاق تگرده، من سنجاق تگرده میزن. اگه کباب به خودت منظور خودت، ببین زب آهنم تو رو نمیتونی کباب کن. درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس. چیکارت کنم مهندس تابش، صورت زیاده. ببینم میخوام ببینم اصلا این شه، ببخشی من چه ربطی داشت به این برنامه ما؟ اصلا ربطش مهندس به اینه که ربط نداشت. جواب بده دیگه لام اصب، مردی؟ چیه بابا جان؟ ها؟ زبونت درد میکنه؟ دندونت عمل کردی؟ زبون درازی کردی؟ و چرا چی نمیگی؟ ها؟ جراحی پلاستیک کردی؟ ما رو سرکار گذاشتی؟ چه تپس؟ ها، آتپه 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 تی بودو؟ رتپه آتپه تی بودو؟ گرفته ما رو؟ 15 میلیون؟ ها؟ قراره کسی پول به حسابتون بریزه؟ بله. اگه پول به حسابتون بریزن چه متوجه میشی؟ لازم نیست هر روز پاشی بیای تو بانک. اومدیم و نریخ قربونت برم، چه حرفی میزنی ها؟ خندم میگیره. اصلا میفهمی چی میگی؟ ای بابا اگه میفهمیدم که وضعم این نبود قربونت برم. بذار حسابت چک کنه. آقای خسرو تابش؟ بله. فرزند جهان؟ بابام بله جهان. دالای شماره حساب 44038-1557. نکنه سوخته حسابم. 701 میلیون تومان. خیلی ممنون. 701 میلیون تومان. 701 میلیون اشتباه میکن. 600 تومان بود. بله 701 میلیون تومان. امروز هم ریختن به حسابت. 701 میلیون. بله. 701 میلیون تومان. 701 میلیون تومان. 701. چی کسی خاصی تو بدنش نیست، ولی با ضربه‌ای که به سرش خورده دوچاره PTSD شده. فراموش مقطعی آقای دکتر. چه طرز رانندگی آقا؟ جناب سرمامم 50 تا بیشتر نمیرفتن. 50 تا میرفتی اینجوری زدی نه تبارش کردی؟ به قرآن جناب. قسم نخور آقا. خودش پرید وسط خیابون. خودش پرید. تو راننده حواست کجا بود؟ حالا میگی چیکار کنم؟ وایسا کنار تا ببینم چی میشه. افسر یک. افسر یک. خندم افسر، افسر یک به جواب بده دیگه مرتی که یه احمق بیشور از زور تا الان موبایل بی صاحبش جواب نمیده. کلافم کرد. چطوری پیرمرد؟ خودم ورزشگاه آزادی؟ چندم بیمارستانی دیگه، مگه از در دیوارش پیدا نیست؟ تاسیر جر یعنی 701 میلیون چیه که زورتال یه بند مغزمونو خوردی؟ هفف
برو سوختم. بابا بده منم بازی کنم. بذار من یه بار دیگه باهاتون بازی کنم. اگه تا آخرش نرفتم وقت یه بار دیگه بازی کنم تا آخرش بره. سخت بود. بابا این مال بچه هاست، مال شما نیست که. نه عزیزم، اون پوشه کسی که مال بچه هاست. این آچی کاری خودمه. برو یه باشتر حالا خرابش میکنی. چی قال میکنی تو بچه؟ مگه تو درس زندگی نداری؟ اخور سر درس زندگی. مامان چی شده؟ بابا نمیذاره با آتاری دستیم بازی کنم. آقا جهان. بله. میشه این بیل بیلک رو بدیم این بچه بازی کنه که اینقدر جیگر ما رو نخوره؟ به این بچه بگون یخت صبر کنه، نوبتش که شد من این بیل بیلک بهش بدم که بازی کنه. یک بچه بازی که نیست که. علی بیچی نگو، شب بخواییم کباب مرغ بخوریم. حتما باباه. الو سلام، صدا میاد؟ الو مامان با شما کار دارم. کیه؟ الو ببخشید صدا میاد؟ الو میگه از بیمارستانه. بیمارستان؟ پاها سرا برین، خسته شدم از پا افتادم. نفسم درد میاد، شب یه نفس تازه خونه. کجا اون خواهر بنده کمک کنم؟ بله؟ کجا اون خواهر بنده کمک کنم؟ دست درد مردم و زنده شدم، چه بلایی سرت اومده؟ برو یه چهار رفیه بیشتر نمونست. برو دست درد نکنه. میبینم شما سرویس برای بیرون بیمارستانم ده. بله وای بابا جون، خسرو جونم چت شده؟ نکنه زیاد خندت گرفته سجده کرده باشی؟ آقا جون شما نگران من نباشید، من هیچی نیست. اگه چیزی نیست پس چرا آوردنت اینجا؟ من که نیومدم که، منو آوردم. چی؟ آخه واسه یه چی؟ امروز 701 میلیون ریخته شد به حساب من. 701 میلیون تومن؟ پرتو پلا میگی؟ باورت نمیشه. بیا نگاه کن. بده ببینم بابا. از اون طرفی آقا جون 701 میلیون تومن. میگم خسرو، اگه این 700 میلیون درست باشه میخوای باهاش چیکار کنی؟ من که بقیه مردم با پول چیکار میکنن اسمم؟ میخوای اصلا همشو عکس بگیرم؟ میخوای؟ نمیخوای بدونی این پولو کی به حسابت ریخته؟ ببین اسمت، آدم خیر به این میگه.
اگه کسی به کسی کمک میکنه باید درست حسابی کمک بکنه. یعنی میخوای بگی اون 700 میلیون به حساب تو پول ریخته؟ بهت قول میدم یه آدم حتما یک برجی داره که 100 میلیارد میارزه. بابا این خوب باید این آدمو پیدا کنی ببینی کیه. دخترم اون گمنامه، دوست نداره کسی اسمشو بدونه. به این میگن آدم خیر. اگر به کسی کمک کرد دلیل نداره اسمشو بدونه. دیدی اسمت؟ دیدی من به تو دروغ نمیگفتم؟ این حلقه مال منه، هر دوتا نشونیش هم دارم. راستی اسمم پول از کجا آورد؟ نسرین امروز صبح تنها انگشتری که داشت برد فروخت. صد برابرشو برات میخرم بابای نوکرت. حالا تو ثابت کن که بانک اشتباهی این پولو به حسابت نریخته، بعد برای این پول نقشه بکش. چی داری میگی تو؟ مگه بانکم اشتباه میکنه؟ اصلا میخوای فردا همگی با هم میریم بانک؟ خودتون بپرسی چطوره؟ ایشون خیلی ضعیف شده، باید بیشتر به خودش برسه. ای بابا آقای دکتر، شما هم چیزا میگی. ما با سیلیک سهله، با بوکس صورت خودمون رو سرخ نگه میداریم. ایشون کارش از بوکس و کارات و اینا گذشته، باید استراحت کنه. یه سرم و یه آمپول تقویتی براش می نویسم، فردا صبح مرخص میشه. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. راستی این 701 میلیون که میگن درسته؟ والا منم نمیدونم آقای دکتر، ولی این میگن درسته. یه موقع ذوق زده نشه، زبونم لال ذوق مرگ بشه. تو دلت بر من تنگ نشده بود؟ اگه تو یکی هم خراب باشی دیگه آتشت میزنم. خدای من 20,000 تومن؟ پس 700 میلیون چی شد؟ قدرت آتیشت میزنم، قدرت آتیشم زدی، بیچارم کردی. چشم قربان. نیم ساعت پیش زنگ زد، گفت یه بکاپ از عکسا گرفته ریخته رو سیدی. اگر بهش کلک بزنیم و پولا رو ندیم که فاطمه خونده است و عکس‌ها رو پخش میکنه.
اگر هم مثل بچه ی آدم پولا رو بدیم موبایل رو بگیریم، خب فردا به هر آدرسی که بگیم سی دی رو میفرسته. نظرت چیه؟ هر کس معلومه خیلی حرفه‌ایه. نه ببینم چقدر از پولت جوره؟ کل حسابمو جارو کشیدم، یه جفت گوشوارم هم باید یواشکی بردارم بفروشم، بخیر رو همدیگه میشه 10 میلیون. اگه خواستین بقیهشو من میتونم بهت بدم. مهم اینه که این قضیه تموم بشه بره، دیگه واقعا خسته شدم میترا. ممنون. ببینم فردا چجوری میخوای پولا رو بهش بدی؟ اگه خواستی منم میتونم کمکت کنم. آ بازم شرمنده، ببخشید غزل جون. به بابات زنگ بزن ببین چرا نیومده. باشه. شب با خودت چی کار کرده بودی؟ ترسونی من دیشب؟ دیشب هیچی؟ آره جون خودت، کم مونده بود دیشب جسیکا رو با مجسمه آزادی اشتباه بگیری. نمیدونم عجیبه، هرچی فکر میکنم هیچی یادم نمیاد. ای بابا اتفاقا من خوب یادم میاد. خب حالا که چی؟ تو دیشب از اون قرصا خورده بودی؟ قرص؟ دسته در نکنه میتونم، من انقدام بچه نیستم دیگه. ها ای بابا. آره جون خودت، تقصیر اون اشکان خره، یه چیزایی به من داد نمیدونم. آره انقدر ترش بود مزه آلبالو میدونم. ببین مهرداد، من یه چیزی بهت میگم، نه نگو. خب تو چی باشه؟ میشه 5 میلیون پولو هم بدی؟ رشوه؟ رشوه چیه؟ حق و سکوت. مثل که تو هنوز تو حال هوای دیشبی. یا حق و سکوت چیه؟ پول میخوام دیگه. خب بده دیگه قرض. بر چی میخوای؟ بر چی؟ مامان دوستم مریض افتاده بیمارستان، بنده خدا پول ندارم بسترش کنم. خب بعد به من رو زده، منم خب گفتم باشه الان ندم خیلی زش میشه دیگه. که بعض منو بهتر میدونی، که تو که ماشاءالله وضعت خیلی بهتر از منه. کجا وضع من بهتره؟ داری یا نه؟ ببین بابا به من گفته ماشین رو باید خودت درست کنی، نمیدونم از کدوم قبرستونی باید پول جور کنم. ای بابا. خب از دوستات قرض بگیر. بر ماشین؟ نه دیگه بر من. یون آسوباسا پول داشتن که مثل کنه به من نمیچسبیدن. خدا نکنه آدم از توی چیزی بخواد. میدم این سلام منو به این دوستت برسون، بگو اگه خدا بخواد مامانش خوب میشه، اگه نخواد 200 میلیون هم خرج بکنه همچی خوب نمیشه، مثل دماغ تو فایده نداره. چه عجب آقای بابا. عرض سلام بابا. بله شما؟ خب شو چی؟ چی؟ چی آوردنت اینجا؟ بدبخ شد. بگو ببینم چی شده؟ قدرت چی؟ پولامون رو برداشت. با پولا؟ کدوم پولا؟
دخترم همه ی اون پولایی که وام بود برداشت با همه شو همه ی پولا رو اون پدر سوخته یه نامرد بی معرفت بی بطه با آخه چه جوری تو چرا گذاشتی؟ آخه خانم من تو را تو من چی کار میتونستم بکنم آخه توتبانشو به باد میدم ماما همه پولا دکتر جونم قرونت برم دردت بجونم یه زمی آمبوری چیزی به من بذار مثل اینکه واقعا مال باخته یا دکتر فقط مال باخته نیستم بدبختم بیچارم در بزنم گرد. اگه خدای ناکرده دو سه تا شوکه اینجوری بهتون وارد بشه سکته میکنی عزیز بازم برو خدا رو شکر کن چیزیت نشده دکتر جونم کاش که واقعا چیزی میشد ازت خواهش میکنم یه آمپول هوایی چیزی به من بزن راحت بشم دکتر ای مهندس زبونتو گاز بگیر امشب اینجا بمون اگر فردا صبح حالت بهتر شد مرخصت میکنم نگرانش نباش قدرت که نمیتونه جایی بره بالاخره پیداش میکنم و پولا رو ازش پس میگیریم راست گفته شاعر که در این صندل سرای آب نوسی یه جا ماتم بود یک جا عروس یه نفر یه پولی گیرش اومده داره ذوق مرگ میشه بغلش یه نفر پولش از دست داده تمام اعضای بدنش دارن اعتصاب میکنن قربون خدا برم عجب این از اون همایون که دو ماه پیش 1 میلیارد سر بابا کلا گذاشت رفت اینم از این قدرتی کنه مونده که آخه با 700 میلیون آدم ورداره بره چیه؟ هیچی تو ارزشو داشتی بری پیش دستش بیستی همه پدرت کمک کنی همینقدر بیکار این طرف اون طرف ول نگردی باشه مامان من وقتی فکر میکنم من ارزشو ندارم بهتر همون غریبا زرد سر سرش کلا بذارم ولش کن مامان الان که وقت این حرفا نیست بگید فکری کنیم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم باید تا فرش زیر پامونم بفروشیم بدیم طلبکارا آقا هم احتمالاً میافته مهداد فقط من که اصلا حوصله در به در کشیدن ندارم میخواستی بری درس بخونی یه غلطی بکنی از ما جدا بشی که الان نخوای در به در بشی خوبه اگه یه روز بابات نباشه این میخواد زندگی ما رو جمع جور کنه این ارزه جمع جور کردن خودش هم نداره مامان آقا خندم میگیره داری گریه میکنی؟ خب نه من گریه نمیکنم دارم زار میزنم ببینم آقا جون تو نگه زالای مرد رو ندیدی زار بزنم زار که نه قدیما یه رفیق داشتم زر زیاد میزد ولی زار ندیدم حالا ببین بلنشو قربونت برم بلنشو پنجره رو بیرون نگاه کن حالا جا میاد خوشو بابا بلکن دارو خدا چه حال خوشی داری مهی بابا گیر چیه تو باشو بیرون نگاه کن دیرت صاف میشه باشه به خاطر تو بلن میشه قربونت برم مرد که گریه میکنه به جون خودم یه اون فلاکت و بدبختی کشیدم دریغ از یه قطره عشق چرا گریه میکنی؟ تو نمیدونی بدهکاری مثل یه قول بیشاق دم میمونه که بالا سر آدم حقوق میکنه
تمام گوشت بدن آدم رو تیکه تیکه میکنه. ولی چه کنم، بدبخت شدم، زندگی رو از دست دادم، به زمین گرم افتادم. حالا چطوری از روی زمین بلند شم؟ گریه نکن بابا، خندم میگیره. چقدر بده کاری؟ میدونه آقا جون، یه چیزی نزدیکی به 2 میلیارد تو. 2 میلیارد؟ حق داری قربون برم، حق داری. بشین گریه کن تا دلت صاف صاف بشه. ای کاش منم مثل تو بودم، عقلم پاره سنگ مثل تو بهم داشت، انقدر دل خوش بودم بابا. حرف دهنتو بفهم، از فردا منم مایه دارم. آره از این حرف رو نادم، قربونت برم، به زندگی برم. میگم مایه دارا واقعا چجوری زار میزنن؟ چون من با تمرین کنم یاد بگیرم. و از فردا ببین، من کوچیکم، قربونتو برم، بذار راحت باشم، تو بگی بخواب، منم بخوابم. تو خواستی